دو دیدگاه در مورد تغییر دامنه نوسان در بازار وجود داره. یه سری از فعالا میگفتن که بهترین اقدام و تصمیم در این شرایط ایجاد محدودیت در دامنه نوسان بوده. چرا که محدودیت دامنه نوسان میتونه تخلیه فشار مثبت و منفی بازار سرمایه رو به تأخیر بندازه. اما دیدگاه مخالف این بود که کارشناسا میگفتن کم کردن دامنه نوسان یعنی ایجاد رکود در بازار سهام. و این تصمیم بعد از گذشت چند روز از بحران‌های به وجود اومده سودی برای بازار سرمایه نداره. در این خصوص با علی صدوندی صاحب نظر اقتصادی گفتگو کرد. سلام آقای صدوندی، وقتتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم. خیلی ممنون، متشکرم. همونطور که در جریان هستین، روز گذشته سازمان بورس بعد از بسته شدن بازار جلسه تشکیل داد و تصمیم گرفتن که دامنه نوسان رو به منفی و مثبت 1% تغییر بدن. به نظر شما این تصمیم بهترین تصمیم بود که سازمان بورس میتونست بگیره یا این تصمیم آیا درست بود و به نظرتون بهترین اقدام چه اقدامی بود؟ بله، درست میفرمایید. ببینید، این اقداماتی است که بارها تکرار شده و در عمل بارها و بارها ثابت شده که این نوع اقدامات اقدامات موثری نیست. متاسفانه سطح یادگیری در کل سیاستگذاری اقتصادی کشور بسیار پایین هست و در سازمان بورس هم همینطور هست. یعنی موارد متعددی که بارها تکرار شده و شکست خورده، همان راهکارها مجدداً به کار گرفته می شود. فرق نمی کنه کدام مسئول سر کار باشن، افراد مختلف از نهله های مختلف فکری از دانشگاه های مختلف وقتی به قدرت می رسن دقیقاً همون راه قدیمی رو در پیش میگیرند و جلو میبرند. محدود کردن دامنه نوسان تا حالا بارها از سوی افراد متعدد تکرار شده. حداقل بنده این چهارمین موردی هست که سراغ دارم که برای فرار از مشکلات اقتصاد کلان و نااطمینانی که در اقتصاد کلان وجود داره، سازمان بورس تأسی میجوید به این نوع سیاست‌هایی که واقعاً هیچ تأثیر مثبتی ندارد و البته مخرب هم هست. که اگر سوال فرمایید من بیشتر خدمتون توضیح خواهم داد. خب به نظر شما بهترین تصمیم چه تصمیمی بود تو چنین شرایطی که بازار تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار داره؟ بله، ببینید، همون تصمیمی که در دنیا انجام میشه. بالاخره در بورس‌های دیگر هم افرادی که متصدی هستن، اینها هم بالاخره افراد عاقلی هستند، هم افراد صاحب تجربه هستند. ما نباید چرخ رو مجددا اختراع کنیم، اونم چرخی که پنچر هست. در دنیا معمولا وقتی که ما با ریزش بازار مواجه هستیم، اگر متوجه بشویم که این ریزش بازار به دلیل سطح نااطمینانی بالا هست، مثل مسئله که اخیراً در کشور ما اتفاق افتاده، بهترین راهکار این است که بورس تعطیل بشود. مثلا در بعد از 11 سپتامبر در ایالات متحده به مدت 1 هفته بورس تعطیل شد. کل بازارهای مالی به مدت 1 هفته تعطیل شد تا اون التهاب بخوابد. و به نظر من باید اینجا هم همین کارو میکردن. البته دامنه نوسان 1% هم به عبارتی یعنی بورس تعطیل شده. منتها این با تعطیلی بورس یک تفاوتی داره و آن این هست که سازمان بورس نمیپذیرد که افرادی که صاحب رانت هستند و میتوانند از سرخطی استفاده کنند، اینها محروم بشوند از این در واقع موهبت که سازمان بورس در اختیارشون قرار داده. سالیان سال هست که دامنه نوسان محدود منجر به بحران سرخطی گذاری شده است. بحران سرخطی از یک طرف به شدت کارایی بورس رو کاهش داده، یعنی افیشنسی بازار یا کارایی بازار رو تحت تأثیر قرار داده، از طرف دیگر از نظر اخلاقی به نظر می رسد که دچار مشکلات جدی باشد. و واقعا زیبنده سازمان بورس نیست و زیبنده مسئولان سازمان بورس و وزارت محترم اقتصاد نیست که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس ادعاشون این هست که مدرک معارف اسلامی دارند و یک چنین بساطی رو برای افراد خاص برای برخی از کارگزاری ها فراهم می کنند. به نظر من واقعا این جای تأسف داره و باید هرچه زودتر متوقف بشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. یه خبر دیگه که امروز منتشر شد راجع به کاهش نرخ اقساط بود که به زیر 30% رسید. شما این کاهش نرخ رو چجوری تحلیل میکنید؟ بله، ببینید، دو نرخ در اقتصاد تأثیر خیلی جدی داره. در ادبیات اقتصاد کلان، اصلا ادبیات اقتصاد کلان شاید 80% ادبیات این علم مختص به این دو نرخ است. یکی نرخ بهره هست و دیگری نرخ ارز است.
ما در هر دوی این سیاست‌گذاری ها درباره این دو نرخ در هر دو مورد یک نوع اغتشاش فکری می‌بینیم. یعنی مثلا همه دنیا به این نتیجه رسیدند که در بازارها امکان راند فراهم نباشه، به خصوص در بازار تجارت خارجی، ولی شما می‌بینید که نرخ ارز تک نرخی می‌شود، مجدداً دو نرخی و سه نرخی و چهار نرخی، و الان سیاست بانک مرکزی، سیاست ریاست محترم فعلی بانک مرکزی، نرخ‌های چندگانه ارز هست، حتی دو نرخی هم دیگه نیست. این یک نکته. در مورد نرخ بهره هم شما می‌بینید که واگرایی نرخ بهره به عنوان افتخار ریاست بانک مرکزی عنوان می‌شود. یعنی شما می‌بینید که بانک مرکزی در زمانی که نرخ تورم ما 8 درصد بوده تقریبا همین نرخ بازار بین بانکی رو داشته، و الان که نرخ تورم، یا سال گذشته که نرخ تورم به حدود 60 درصد و نرخ تورم تولید کننده به بالای 100 درصد رسیده بود، باز هم نرخ بازار بین بانکی حدود 23 درصد بود و الان هم 23 درصد هست. از اون طرف شما می‌بینید که وقتی که با موج‌های تورمی مواجه می‌شوند یا با اغتشاش در بازار ارز مواجه می‌شوند که ناشی از سیاست‌گذاری غلط در مورد نرخ‌های بهره بوده، ناگهان در واقع انتظارات رو در بازار به نفع بانک مرکزی تغییر میده که نرخ بهره اقصا یا نرخ بهره اوراق آراد و اقصا به بالای 30% و تا حد 40% افزایش پیدا میکنه، و باز هم به جای اینکه بانک مرکزی در بازار مداخله کنه، همانطور که در سایر کشورهای پیشرفته این قضیه صورت میگیره، بانک مرکزی از طریق عتاب و تشر و سیاست‌های دستوری سعی میکنه نرخ رو کاهش بدهد. البته من یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، تجربه به ما ثابت کرده که در دو مورد بازار سرمایه واکنش مثبت نشون میده. یکی این هست که نرخ اقصا شروع کنه به کاهش پیدا کردن. معمولا بازار سرمایه وقتی نرخ اقصا کاهش پیدا میکنه، بعد از یک مدتی، بعد از 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، شما میبینه که واکنش مثبت نشون میده به این کاهش نرخ بهره اوراق. نکته دیگر وقتی هست که نرخ ارز صادراتی که الان متاسفانه تحت عنوان ارز نیما شناخته میشه، که یکی از مظاهر راندخاری در کشور ما هست، این نرخ ارز صادراتی وقتی به نرخ ارز بازار آزاد نزدیک میشه، این هم یک تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه دارد. اگر واقعا مسئولان بخواهند، که من شک دارم بخواهند، اگر مسئولان بخواهند بحران بازار سرمایه خاتمه پیدا کنه و به سرانجام خوبی برسه، باید در هر دو مورد تغییرات جدیتری رو به وجود بیاورند. یعنی در زمینه نرخ اقصا باید به طور مشخص بانک مرکزی وارد بشه، رابطه بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ اقصا رو به یک نحوی مدیریت کنه که منابعی که از طریق عملیات بازار باز وارد بازار بین بانکی میشه، در نهایت به خرید اوراق در بازار منتهی بشه و نرخ اوراق کاهش پیدا کنه. اگر که تقاضا برای اوراق افزایش پیدا کنه، نرخ اوراق کاهش پیدا میکنه و این رقیب بازار سرمایه به یک سرانجامی میرسه، به یک ثباتی میرسد. از اون طرف اگر اجازه داده بشه که نرخ نیما افزایش پیدا کنه و به نرخ بازار آزاد نزدیک بشه، حداقل دو مورد که در سه سال گذشته سیاست دولت برخلاف ادعای حمایت از بازار سرمایه و اولویت دادن به بازار سرمایه در جهت تخریب جدی بازار بوده، میتواند خونسا بشود و ما امیدوار باشیم که وضع بازار به شرایط عادی بازگردد. یعنی شما فکر میکنید که این خبر یک حکم دستوری برای کنترل جو بازار سرمایه بود؟ تا امروز بانک مرکزی سیاستی که داشته، در وقتی که بانک مرکزی اوراق 30% منتشر کرد، بانک مرکزی یک نوع مداخله در بازار انجام داد که انتظارات را افزایش داد. اما پس از اون وقتی این انتظارات رفت به سمت نرخ‌های بسیار بالاتر، بانک مرکزی تنها کاری که کرده، سعی کرده که از طریق دستور و اجبار به بانک ها و به مؤسسات تأمین سرمایه سعی کرده نرخ رو مدیریت کنه، که کار درستی نیست. روش درستی این هست که تحقیق بشه، ببینن که چرا منابعی که در بازار بین بانکی تزریق میشه در نهایت به بازار اوراق منتقل نمیشه و باعث کاهش بحران نمیشود. حتی بانک مرکزی میتواند یک حالتی مثل QE انجام بدهد و به طور مستقیم اقدام به خرید اوراق در بازار خارج از عملیات بازار باز هم بکند، که ما در فارسی تحت عنوان تسهیل مقداری یا تسهیل کمی این رو ترجمه کردیم. به هر حال بانک مرکزی باید مداخله داشته باشه. منتها بانک مرکزی اصلا کلن ذهنیت بانک مرکزی یه نوع ذهنیت این هست که ما دستور می‌دهیم پس می‌شود.
ولی متاسفانه میبینید که این دستورها بانک مرکزی متاسفانه اعتبار کافی رو ندارد که این دستورهایی که میدهد در نهایت تأثیر جدی بر بازار باقی بگذارد. متشکرم، ممنون از شما. اگه نکته‌ای باقی مونده ممنون میشم بفرمایید. من فقط توصیه‌ای دارم به دولت مردان جدید که بازار سرمایه رو دریابند، چون اطلاع دارم که برخی از افراد در نهادهای تصمیم گیری و امنیتی حضور دارند که اینها اصلاً اعتقادی به بازار سرمایه ندارند و حتی معتقدند که سقوط بازار سرمایه به بحران اجتماعی در کشور نمی انجامد و گزارش‌های این چنینی متأسفانه رد می‌کنند که این در نهایت موجب خدای نکرده موجب التهاب در جامعه خواهد شد و بر اقتصاد هم تأثیر منفی خیلی جدی خواهد داشت. ما نمیتوانیم محیط سرمایه گذاری رو اصلاح کنیم مگر اینکه وضعیت بازار سرمایه به سرانجام برسد. آنهایی که تفکیک قائل میشوند بین بازار اولیه و ثانویه با الفبای اقتصاد هم آشنایی ندارند، چون وقتی که بازار سرمایه آسیب ببینه در واقع امکان خروج سرمایه گذاران در بازار هست میشه و این مهمترین مانع ورود خواهد بود، چون سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری بکنه اگر بداند که امروز سرمایه گذاری میکنه و دیگه هیچ وقت نمیتونه به پولش دست پیدا کنه قطعا سرمایه گذاری نخواهد کرد. پس نکته اصلی اقتصاد ایران این است که سطح سرمایه گذاری پایینه، 4 سال است که مقدار تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک کمتر، متاسفانه حدود 13 سال است که روند نرخ تشکیل سرمایه در یک روند نزولی بوده. ما باید سرمایه گذاری رو در کشور دریابیم. بدون اصلاح بازار سرمایه و بدون بازگشت اعتماد به بازار سرمایه موفقیتی در سطح اقتصاد کلان نخواهیم داشت. سپاسگزارم. خیلی ممنون. متشکرم از شما. خواهش میکنم. موفق باشید.